به نام خدا و با عرض سلام خدمت همه مخاطبین گرامی فرادرس، من ایمان خانزیدالو هستم و با آموزش الگوریتم های گوگل برای SEO در خدمت شما عزیزان هستم. ببینید، امروزه قرار گرفتن در صفحه اول نتایج گوگل یک امر بسیار مهم و یک دغدغه برای SEO کاران و صاحبان سایت است. شاید براتون جالب باشه که 75% از کاربران در هنگام جستجو فقط صفحه اول نتایج جستجوی گوگل رو نگاه میکنن و از این 75% تعداد بسیار زیادی فقط به سه تا سایت اول اون موردی که جستجو کردن میرن. پس خیلی مهمه تو صفحه اول نتایج جستجوی گوگل قرار بگیریم و همین که خیلی هم مهمه که تو سه سایت اول قرار بگیریم. ما تو این آموزش میخوایم بهتون یک سری موارد و همچنین یک سری الگوریتم برای این امر بهتون بگیم. با ما همراه باشید. ببینید، به طور کلی برای رسیدن به صفحه اول گوگل شما دو تا راه حل دارید. راه حل اول گوگل ادوردز هست که همون تبلیغات گوگل هستن که نتیجه گیری در اون تضمین شده است، که این روش یک روش کوتاه مدتی است، اما یک دردسری که داره اینه که بسیار پرهزینه است. روش دوم بهینه‌سازی سایتتون هست، که این روش روش طولانی مدتیه، همچنین تضمین شده نیست، اما یک مزیت بسیار خوبی داره، اینه که رایگانه. پس رو تفاوت این دوتا روش اینه که این روش در کوتاه مدت انجام میشه و همچنین رایگان نیست و هزینه‌های بالایی داره، اما این روش طولانی مدته و نیاز به صبر داره، ولی به صورت رایگان هست. ما در این آموزش میخوام به این روش دوم بپردازیم و میخوام یه سری موارد و یک سری الگوریتم براتون برای بهینه‌سازی سایتتون بگیم و یک سری موارد بهتون بگیم که با رعایت کردن اونها میتونید در صفحه اول گوگل قرار بگیرید. حالا یه سری نکات بهتون میخوام بگم برای اینکه بتونید در صفحه اول گوگل قرار بگیرید. اولین روش و بدترین روش اینه که اصلا یک وبسایت یا یک وبلاگ شما راه اندازی کنید که با استفاده از روش‌های مختلفی مثل وردپرس، جوملا و یا بلاگفا میتونید این سایت یا وبلاگتون رو راه اندازی کنید. بعد از اینکه شما سایتتون رو راه اندازی کردین، راه اندازی اون تنها روش برای قرار گرفتن در صفحه اول گوگل نیست. شما باید بیاین مدام سایتتون رو آنالیز کنید و بهینه کنید مطابق با قوانین SEO و آخر الگوریتم های گوگل تا با استفاده از اونها در صفحه اول گوگل قرار بگیرید. حالا ما این الگوریتم های گوگل رو تو درس های بعدی به طور مفصل بهشون میپردازیم. ببینید، هر مخاطب بر حسب نیازش میاد یک سری کلید واژه، یک عبارتی رو سرچ میکنه. شما باید بیاید اون کلید واژه عبارت رو شناسایی کنید که مرتبط به محتوای سایتتون هست. با شناسایی اون خیلی راحت زمانی که مخاطب کلید واژه رو سرچ میکنه، اول نتایجی که برایش نمایش داده میشه سایت شما هست. پس این گام بسیار مهم برای قرار گرفتن در صفحه اول گوگل برای نمایش نتایج است. همچنین شما باید مداوم بیاین سایت رقیبتون رو تجزیه تحلیل کنید، نقاط ضعفش رو پیدا کنید، نقاط ضعف اون رو در سایت خودتون حذف کنید، همچنین نقاط قوت سایت رقیبتون رو پیدا کنید و اون نقاط قوت رو تو سایت خودتون افزایش بدین. در نتیجه میتونید بالاتر از سایت رقیبتون قرار بگیرید تو نتایج جستجوی گوگل. همچنین سایتتون باید یک ساختاردهی مناسبی داشته باشه، اینکه مخاطب بتونه با کمترین کلیک به هدف مورد نظرش برسه و نه یا داخل سایتتون سردرگم بشه و نتونه به اون چیزی که مد نظرش هست برسه. پس ساختاردهی یک مورد بسیار مناسب برای قرار گرفتن در صفحه اول گوگل هست. مورد بعد این که کلمات کلیدی مناسب انتخاب کنید. درسته اگر یک کلمه کلیدی که پر مخاطب هست و پر جستجو هست برای سایتتون انتخاب کنید، شاید این مورد در نگاه اول خوب باشه. اما وقتی که مخاطب اون کلید واژه عبارت پر مخاطب رو میاد جستجو میکنه، یک سری سایت هایی که شما نمیتونید با اون سایت ها رقابت کنید برای مخاطب نمایش میده. در نتیجه اینجا اصلا سایت شما نمایش داده نمیشه و صفحه اول گوگل قرار نمیگیره. در نتیجه کلمات کلیدی مناسبی رو انتخاب کنید که بتونید با سایت های دیگه رقابت کنید و حتی بتونید در این رقابت اول بشید، که در نتیجه این اول شدن میتونید در صفحه اول گوگل قرار بگیرید.
بعد از این کلمات کلیدی مناسب رو انتخاب کردین، تولید محتوای با کیفیت یک گام موثر بعدی برای قرار گرفتن در صفحه اول گوگل هست. پس برای داشتن یک محتوای با کیفیت حتما برنامه ریزی کنید و اون رو در سایتتون پیاده کنید. همچنین مورد بعدی فرمت بندی است. بعد از تولید یک محتوای با کیفیت نیازه که اون محتواتون فرمت بندی خوبی داشته باشه. مثلا فرض کنید یک سایت شما دارین که دارای یک سری مطالبه اما با بی‌نظمی مطالب قرار گرفته شدن و یک فرمت بندی خوبی از این مطالب ندارن. در نتیجه این کار باعث میشه که مخاطب به اون سایت شما جذب نشه و فوراً از سایتتون بیاد بیرون. پس نیازه که اون محتوایی که شما تولید میکنید علاوه بر با کیفیت بودن فرمت مناسبی هم داشته باشه. مورد بعدی وجود محتوای معتبر هست. این که محتوای شما از منابع معتبر گرفته شده برای گوگل خیلی با ارزشه. پس حتما اگر از منابع معتبر مطالبتون رو گرفتین اون رو به سایت خودتون لینک بدین که این باعث جلب توجه گوگل میشه و باعث قرار گرفتن در صفحه اول گوگل میشه. مورد بعدی لینک دادن به صفحات مرتبط سایت خودتونه. این مورد خیلی مهمه که هم باعث میشه مخاطب بیشتر با سایتتون آشنا بشه و از طرف دیگه به گوگل کمک میکنه که با محتوای شما بیشتر آشنا بشه و محتوای شما رو درک کنه و صفحات بیشتری رو ایندکس کنه. مورد بعدی استفاده از تصاویر و ویدیوهای با کیفیته. اینکه داخل سایتتون تصاویر و ویدیوهای با کیفیت استفاده کنید هم باعث میشه مخاطب به سایتتون جذب بشه و بتونه با اون محتواتون ارتباط برقرار کنه که این کار باعث افزایش رضایت کاربران میشه که مورد بعدی هم رضایت کاربران هست که این کار رضایت کاربران رو برای شما داره. ببینید رضایت کاربران یک عامل بسیار بسیار مهم برای گوگل هست. پس هر چی رضایت کاربران بیشتر باشه سایت شما در صفحه اول گوگل قرار میگیره. مثلا شما تصور کنید یک وبسایتی دارید، مخاطب میاد روی اون سایت کلیک میکنه اما چند ثانیه طول میکشه که وارد اون سایت بشه، حالا به علت سرعت لود شدن، تبلیغات بسیار زیاد و یه موارد دیگه. در نتیجه پشیمون میشه از اون کار و میاد بیرون و به سراغ سایت رقیبتون میره. با چندین بار تکرار شدن این کار گوگل سایت شما را یک سایت بی ارزش تشخیص میده و شما را از صفحه اول نتایج جستجوی گوگل دور میکنه. پس رضایت کاربران یک مورد بسیار مهم است. مورد بعدی بهینه سازی برای موبایل هست. با توجه به اینکه امروزه استفاده از موبایل، تبلت، لپتاپ، صفحاتی که حالا کوچکتر از نسخه دسکتاپ هستن زیاد شده، باید سایتتون جوری باشه که از این موارد پشتیبانی کنه و فقط مختص به نسخه دسکتاپی نباشه. مورد بعدی سرعت لود سایت هست که ارتباط مستقیم مجدد با رضایت کاربران داره. چون کاربران حوصله کافی رو ندارن که مثلا بیان سایتتون کلیک کنن و چندین لحظه منتظر بمونن که سایتتون بیاد بالا و لود بشه و در نتیجه میان بیرون و به سراغ سایت رقیبتون میرن که این باعث نارضایتی کاربران میشه. مورد بعدی امنیت سایتتونه. با توجه به اهمیت رضایت کاربران برای گوگل باید سایتتون امنیت بالایی داشته باشه تا رضایت کاربران رو در پی داشته باشه که یکی از راه های بالا بردن امنیت سایتتون استفاده از پروتکل HTTPS است. مورد بعدی شبکه های اجتماعی. شاید اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی به طور مستقیم روی قرار گرفتن در صفحه اول نتایج جستجوی گوگل تأثیر نذاره، اما اشتراک گذاری محتوا در شبکه‌های اجتماعی باعث جذب بیشتر مخاطب به سایت شما میشه و باعث دیده شدن سایت شما بشه و هر چقدر که سایتتون بیشتر دیده بشه به احتمال قوی در صفحه اول نتایج جستجوی گوگل قرار میگیره. مورد بعدی قرار دادن اطلاعات تماس داخل سایتتونه. اینکه سایتتون بی‌نام و نشان باشه و ارتباط مشخصی بین شما و مخاطب وجود نداشته باشه از نظر گوگل مشکوک به حساب میاد و باعث میشه که گوگل اون رو از صفحه اول دور کنه. پس حتما برای ارتباط با مخاطبتون یک اطلاعات تماس مشخصی داخل سایتتون قرار بدید. همچنین مورد بعدی
از نظر جغرافیاییه. موتور جستجوی گوگل جوریه که مخاطب وقتی موردی رو جستجو میکنه، اون مورد رو از نظر جغرافیایی در نظر میگیره و نزدیکترین مکان لحاظ جغرافیایی رو برای نتایج جستجو نمایش میده. حالا اگر فرض کنید مخاطب یک موردی رو جستجو کرده که مرتبط با سایت شماست، اما از لحاظ جغرافیایی شما سایتتون رو بهینه نکردید، در نتیجه نمایش داده نمیشه. پس حتما از لحاظ جغرافیایی سایتتون رو در نظر بگیرید که میتونید مثلا در گوگل مپ اطلاعات سایتتون رو ثبت کنید که زمانی که مخاطب موردی رو جستجو کرد که به سایت شما نزدیکه، سایت شما در نتیجه جستجوی گوگل قرار بگیره و هرچی که تعداد جستجوها در جغرافیایی بیشتر بشه، سایت شما در صفحه اول گوگل قرار میگیره. و مورد آخر صبور بودنه. همونجوری که اول این درس بهتون گفتم، بهینه‌سازی سایت یک روش طولانی مدت است. بعد از اینکه تمامی این مواردی که اینجا بهتون گفتم و در اسلاید قبلی هم بهتون گفتم رو رعایت کردین، صبور باشید، منتظر بمونید تا سایتتون در صفحه اول نتایج گوگل قرار بگیره. خیلی خوب، بعد از اینکه تو درس قبل اومدیم یک سری موارد برای رفتن به صفحه اول گوگل و موندن در اونجا بهتون گفتیم، تو این درس می‌خوایم به الگوریتم‌های گوگل بپردازیم و ببینیم که اصلا این الگوریتم‌ها چی هستند و چه کمکی به ما در SEO می‌کنند. اول بیایم خود الگوریتم گوگل رو تعریف کنیم. ببینید وقتی مخاطب یک سری کلید واژه یا یک عبارتی رو سرچ می‌کنه، گوگل یک سری نتایج به مخاطب نشون میده. حالا چجوری این نتایج اصلا میان و بر چه اساسی نمایش داده میشن؟ اینجاست که پای الگوریتم گوگل میاد وسط و میاد بر اساس یک سیستم و قالبی رتبه‌بندی سایت‌ها رو مشخص میکنه و مرتبط ترین صفحات رو به مخاطب نمایش میده. حالا این تعریف کلی و از الگوریتم گوگل اینجا بهتون گفتیم، جلوتر بیشتر باهاش آشنا میشیم. این الگوریتم گوگل به دو بخش تقسیم میشه. بخش اولش الگوهای مرتبط به هسته اصلی گوگل هست. در این روش گوگل میاد با استفاده از ربات‌های خزنده اطلاعات مربوط به هر سایت رو جمع‌آوری می‌کنه، سپس به کمک فاکتورهایی مثل تایتل، تگ آلت و بک لینک صفحات رو رتبه‌بندی می‌کنه. هر چی رتبه اون صفحات بالاتر باشه، در نتیجه صفحمون به صفحه اول گوگل نزدیکتر میشه و در صفحه اول گوگل قرار میگیره. حالا ما این سه فاکتور تایتل، تگ آلت و بک لینک رو در ادامه بهتون میگیم تا با اونا آشنا بشیم و در سایتتون استفاده کنید تا در صفحات اول گوگل قرار نتایج. مورد دوم از الگوریتم های گوگل، الگوریتم های جانبی گوگل هست. در واقع این الگوریتم ها برای شناسایی سایت های اسپم و افزایش کیفیت نتایج مخاطب مورد استفاده قرار میگیره که تو فصل بعدی به طور مفصل به این الگوریتم های جانبی میپردازیم. البته من یک نکته رو خدمتتون بگم، این الگوریتم مرتبط به هسته اصلی گوگل و الگوریتم های جانبی جدا از هم نیستن و در واقع مکمل همدیگرن. با رعایت هر دو به شکل همزمانه که میتونیم سئو سایتمون رو بهبود ببخشیم. پس در نظر بگیرین که این دوتا الگوریتم جدا از هم نیستن و من برای درک بهتر این موارد به این صورت براتون آوردم. خب حالا ما بریم این الگوریتم های مرتبط به هسته اصلی گوگل رو باز کنیم و ببینیم که شامل چه مواردی میشه و با رعایت کردن چه مواردی میتونیم در صفحه اول گوگل قرار بگیریم. در اولین موردی که بهتون گفتیم تگ عنوان یا تایتل تگ هست. اصلا ببینیم تگ عنوان چیه؟ در واقع تگ عنوان همون عناوینی هستن که برای صفحات سایت در نتایج گوگل نمایش داده میشه و کاربران و مخاطبین با کلیک بر روی اون وارد وبسایت ها میشن. در زمان نتایج جستجوی گوگل حدود 60 تا 70 کاراکتر برای این تگ عنوان ها نمایش داده میشه و بیشتر از اونو گوگل نمیذاره که اصلا وارد کنی که براتون نمایش داده بشه. پس لازمه که طول تگ عنوانتون یا تایتل تگتون در حدود 60 کاراکتر باشه که برای مخاطب کامل نمایش داده بشه. در صورتی که این تگ عنوان کامل نمایش داده نشه، احتمالاً کاربران تمایل چندانی برای کلیک کردن بر روی اون سایت ندارن. پس حتما این طول
تگ عنوان رو در نظر داشته باشین که از اون حد مجازش بیشتر نشه. ببینید اهمیت این تگ عنوان در SEO برای چی هستش؟ وقتی که یک مخاطب یک موردی رو جستجو میکنه، اولین چیزی که بهش نمایش داده میشه تو صفحات همین تگ عنوان هست. پس اولین چیزها همیشه مهمترینه. اگر این تگ عنوانتون یک عنوان جذابی باشه که بتونه مخاطب رو به خودش جذب کنه، باعث میشه که مخاطب وارد سایتتون بشه. اما اگر برعکس این قضیه رخ بده و تگ عنوانتون جذابیت خاصی نداشته باشه، کلید واژه‌ای مناسب استفاده نکرده باشین، در نتیجه واسه کاربران جذابیت خاصی نداره و کاربر ترجیح میده به سایت بعدی بره و رو سایت شما رد میشه و در نتیجه بازدید از سایتتون کمتر میشه و شما رو از صفحه اول گوگل دور میکنه. البته این تگ عنوان در موارد دیگه ای مثل اشتراک گذاری صفحه در شبکه‌های اجتماعی و یا لینک انکر تکسا استفاده میشن که حالا جلوتر بهتون میگیم اینا چی هست. ببینید برای نوشتن یک عنوان خوب یا یک تگ عنوان باید به یک سری موارد توجه کنیم. حالا ما چند تا موارد بهتون میگیم، حتما توی نوشتن تگ عنوان از این موارد استفاده کنید تا یک تگ عنوان خوب و جذابی داشته باشین که باعث بشه مخاطب رو به خودتون جذب کنه. اولین موردی که برای نوشتن تگ عنوان خوب باید به اون توجه کنید طول تگ عنوانتون است، که این بالا هم بهتون گفتیم که حداکثر دیگه بیشتر از 60 کاراکتر نشه. البته نمیشه تعداد کاراکتر مشخصی برای اون در نظر گرفت، ولی شما سعی کنید بیشتر از 60 کاراکتر نشه. همچنین نوشتن کلید واژه برای تگ عنوان خوبه، اما استفاده بیش از اون کار جالبی نیست و برای مخاطب جذابیت چندانی نداره و گوگل هم چون رضایت مخاطب براش خیلی مهمه با این روش مقابله میگیره. همچنین یک سری موارد دیگه مثل استفاده از کلمات کلیدی در ابتدای تگ عنوانتون، استفاده از برندتون اگر برند معروفی دارید داخل تگ عنوانتون، استفاده از یک عبارات جذاب که باعث میشه به مخاطب حس خوبی رو انتقال بده، همه اینها میتونه یک سری روش باشه برای نوشتن یک تگ عنوان خوب. البته بعضی مواقع هم وجود داره شما یک تگ عنوان درست کردید اما در نمایش جستجوی گوگل اون چیزی که نمایش داده میشه با اون چیزی که شما درست کردین متفاوته. در این مواقع شما باید با رعایت کردن مواردی مثل استفاده نکردن بیش از حد کلید واژه، استفاده نکردن از عناوین طولانی، استفاده نکردن از عناوین غیر مرتبط، از این کار جلوگیری کنید. مورد بعدی که میخوایم بررسی کنیم تگ آلت است. همونطور که تو درس قبلی بهتون گفتیم اهمیت تصاویر برای SEO بسیار زیاده. در واقع بهینه‌سازی تصاویر یکی از راه‌های بسیار مؤثر در بهبود SEO سایتتون درس. حالا اصلا ببینیم که این تگ آلت چی هست و چه کاربردی داره. ببینید در هر وبسایتی یک سری تصاویر بالاخره وجود داره، اما ممکنه بعضی مواقع این تصاویر به درستی لود نشن و اصلا باز نشن. حالا یه سری مصنوعی در هنگامی که این تصاویر باز نشن براتون نمایش داده میشه که در واقع همون تگ آلت ها هستن، که یه جورای توصیف کننده موضوعی هست که از اون تصویر داره استنباط میشه. یه نکته هم حالا اینجا خدمتتون بگم، اگه شما دارین از وردپرس استفاده میکنید برای راه اندازی سایتتون، علاوه بر این تگ آلت یک مورد دیگه هم به اسم تگ عنوان هست که فرقش با این تگ آلت اینه که گفتیم که تگ آلت توصیف تصویر است زمانی که اون تصویرتون براتون باز نمیشه و لود نمیشه، اما تگ عنوان زمانی است که مثلا شما موستون رو میبرید روی تصویر یک سری توضیحاتی در اونجا براتون میاره، اون میشه تگ عنوان. این هست حوادث حالا تگ آلت و تگ عنوان که حالا اینجا میخواستم بهتون بگم. حالا کاربرد این تگ آلت چیه؟ همونطور که از تعریف تگ آلت متوجه شدین، کاربرد این تگ آلت برای زمانیه که مثلا مخاطبینتون به هر دلیلی، مثلا کندی سرعت اینترنتشون، مشکل مرورگرشون، برخی محدودیت هایی که وجود داره در بارگذاری اون تصاویر مشکل دارن و نمیتونن تصاویر رو ببینن، و یا این که اصلا کمبینا هستن و تصاویر رو درستی نمیتونن ببینن، در اینجا اون تگ آلت به کمکتون میاد که هم میتونه بیاد اون تصاویرتون رو توضیح بده، هم برای افراد کمبینا با استفاده از نرم افزاری که وجود داره روی اون تگ آلت بزنند و اون تگ آلت و نرم افزار براشون بخونه و متوجه بشن که حالا محتوای سایتتون چیه و اون عکسی که داخل اولتون استفاده کردین توصیف کننده چی هستش.
ببینید، ما تمام کارهایی که برای بهینه‌سازی سایتمون انجام دادیم برای رضایت بیشتر مخاطبینه و در نتیجه رضایت خود گوگل هست. این تگ آلت ارزش بسیار بالایی برای گوگل داره، چون مخاطب خیلی راحت میتونه درک بهتری از سایتتون و تصاویری که در اون استفاده کردین داشته باشه. حالا اگه بخوایم این اهمیت تگ آلت رو بیشتر درک کنید، اینو در نظر بگیرید که گوگل اومده سرویس گوگل ایمیج رو فقط مربوط به این تگ آلت قرار داده، که این نشون از اهمیت بسیار بالای این تگ آلت برای گوگل هستش. حالا برای اینکه یک تگ آلت خوب بنویسیم، که گفتیم تو اسلاید قبلی و حالا این اسلاید هم در ادامه بهتون میگیم، نوشتن یک تگ آلت یا یک تگ عنوان خوب باعث جذب مخاطب به سایتتون میشه. حالا یه سری مواردی که اینجا باید بهتون بگیم که اونا رو رعایت کنید